دو ستانی شهر دوشنبه سنجش حادثه مرگ عبدالرسول نظروف را که در اواخر ماه گذشته از سوی پلیس دوشنبه بازداشت شد و یک روز بعد جسد بیجانش از بیمارخانه به نزدیکانش سپرده شد انجام داده، در نزدیکترین روز نسبت این قضیه عیب اعلان خواهد کرد. عبدالصمد نظروف برادر عبدالرسول 18 اپریل بر رادیو آزادی گفت دادگاه شهر دوشنبه امروز همسر وکیل مدافع به او را دعوت نموده، درباره جریان تفتیشات حادثه مرگ برادرش صحبت نموده است. وی گفت مفتش دادستانی شهر خورشید ستارزاده ذکر کرد که تفتیشات به انجام رسیده است و نسبت حادثه مذکور عیب اعلان خواهند کرد. نخ امو ستارزاده بود که مثلا دکتر همین جای زدگی ها ما را معاین کرد، ما را دو که مثلا همین که زدگی های سیاه شدگی شایستابی لقت کوب کردن. عبدالصمد افزود اما در دادستانی گفته نشد که عیب در نسبت کدام حالت حادثه مرگ عبدالرسول اعلان کرده خواهد شد. آیا در نسبت میلیسه های شعبه کارهای داخلی سینای دو و یا در کدام مورد حالا ناروشن است. ولی طور همصحبتان ما میگویند هم در مرکز جمهوریوی تشخیص سعودی طبی و هم در دادستانی شهر گفتند که نتیجه نهایی تشخیص از جانب متخصصان پایگاه 201 روسیه پیشنهاد کرده میشد و آنها منتظر نشان داد همین تشخیص هستند. در همین حال خورشید سنگ گفت، معاون رئیس مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و سودی گفت واقعا هنگام سنجش موادهای تشخیص جراحت ها در بدن عبدالرسول نظروف را آشکار کردند. اما وی در خصوص اینکه آیا هنگام به شعبه امور داخلی سینای دو برده شدنش ضرب خورده است تصدیق و یا رد نکرد. خورشید سنگ گفت افزود بعدی دوباره از قبر بیرون آوردن جسد عبدالرسول روز 7 اپریل نتوانستند جسد را دقیقا مورد سنجش قرار دهند، زیرا به گفته او بدنش علکی پوسیده بود. وی افزود قبلا از جسد عبدالرسول خون گرفته شده بود و همه معلومات ها وابسته به مرگ او به پایگاه 201 روسیه فرستاده شدند، حالا منتظر نتیجه همین تشخیص هستند. اما صدبرگ بابخانه و همسر عبدالرسول نظروف روز 19 اپریل به رادیو آزادی گفت که به مرکز جمهوریوی تشخیص سعودی طبی برای دریافت معلومات درباره مرگ شوهرش مراجعه نموده است، ولی در این سند ذکر شده است که عبدالرسول نظروف از استعمال مواد سخت تاثیری چکیده فافتیده است. خانم بابخانه و میگوید به این سند اصلا باور ندارد و شوهری او از پریدازیروفک نفافتیده است، او را در شعبه سینای دو لاتکوب کردند. وی میگوید این سند را به اداره نفقه نبرده است و انتظار تشخیص نهایی و قرار سود خواهد ماند. ما گفت میرم من کجا برم، در کجا ما برم میرم، یه شما میتونم بود اکوی مرم نبردم شولی دستی ادوکت سودگی. ولی خورشید سنگ گفت معاون رئیس مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و سودی در رابطه به این سند گفت که معلومات نامه مذکور را بر اساس تشخیص اولیه در هفته گذشته دادن، زیرا تا کنون تشخیص دوباره مشخص نشده بود. و اما از حادثه مرگ عبدالرسول نظروف تقریبا یک ماه می شود، ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همچنان خاموش است و طبر دفتر مطبوعات این مقام می گوید همچنان منتظر تشخیص مرگ عبدالرسول هستند و بعدی آن موقعشان را روشن خواهند کرد.